خب با درود مجدد خوش آمدید به بخش دوم برنامه امروز. در این بخش برنامه همجوری که خدمتون عرض کردم میهمان گرامی داریم، بانو آرتمیس اهورا، دبیر کل حزب رستاخیز ایرانگرایان. بانو اهورای گرامی، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه ماشین مبارزه. سپاسگزارم از شما جناب فروتن، درود بر شما و درود بر همه بینندگان شما، چه کسانی که الان این برنامه رو میبینن، چه کسانی که بعدا این برنامه رو خواهند دید. بسیار سپاسگزارم. هم نه گرامی، قبل از اینکه شروع کنیم در رابطه با موضوع اصلی امروز صحبت بکنیم، من میخواستم که برگردم به حدود 13 سال پیش. 13 سال پیش، وقتی که 14 سال پیش بودم، وقتی که تازه سازمان نهاد مردمی درست شده بود که من هنوز اونجا خدمت میکنم برای 14 سال و آرتمیس گرامی و همسر عزیزشون آقای شاهین نژاد نیست که از همون روزای اول از هموندان نهاد بودن، ما یک سری برنامه‌ای رو شروع کرده بودیم، درست کرده بودیم با خانم آرتمیس که شاید یه سورپرایزی هم برای ایشون باشه. اگر اجازه بدید خانم اهورا، یه 2 دقیقه یکی از اون کلیپ‌های و 10 سال پیش رو با هم نگاه کنیم. اتاق فرمان اگه آماده داریم رو نگاه بکنیم با هم. نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوزه سخنم که هم آبای تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. درود بر شما همیهنان و بینندگان عزیز، آرتمیس علی‌آبادی هستم. برنامه زن و نوزای هویت ایرانی است و عنوان برنامه امروز توانمندسازی زنان چیست و چگونه انجام می شود. نخست اینکه ما باید بدونیم توانمندسازی اصلا چیه. توانمندسازی یعنی کمک به افراد ضعیف و مشکل دار برای اینکه بتونن ضعف‌های خودشونو بشناسن و بتونن خودشونو نیرومند کنن و بتونن کنترل خودشونو بر زندگی خودشون به دست بگیرن و عاقلانه و خردمندانه بتونن به بهترین نفع خودشونو بالا بکشن و به بالندگی برسن. توانمندسازی کارآمدترین روش توسعه پایدار اجتماعی است و چون زنان همواره جز اقشار آسیب‌پذیر در جهان هستند، توانمندسازی زنان اهمیت فوق‌العاده‌ای داره در ارتقای کیفیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کل یک جامعه و کمک بسیاری می‌کنه به توسعه پایدار یک جامعه. مهمترین عامل در توانمندسازی زنان از توانمندسازی روانی و روانشناختی آغاز میشه، یعنی خودباروری، خودباوری، خودارزشمندی و خود عزت نفس، ایمان به خود و شناخت توانایی های خود و پس از اون قدرت تصمیم گیری برای زندگی و تفکر خلاقانه و نقادانه، که در نهایت ما میخوایم به کجا برسیم؟ به خودکفایی و توانمندسازی تحصیلی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زنان. به اونجا ختم میشه توان. آرتمیس جان یادش بخیر. ببخشید من دوستان که میگم آرتمیس جان، به اصلاحات 12-13 سال پیش آشنا هستیم، ولی حداقل چندین سال صحبت نکردیم، مثلا دیگر ندیدیم و من چقدر خوشحالم که این ماشین مبارزه باعث شده با وجودی که هر کدوم به کادو میکنیم، امید این است که همه ما یه جا فقط باشیم، بگیم آقا ما هم هستیم. من نمیدونستم آرتمیس و شاهین این کار رو انجام میدن تا اینکه شاهین هفته پیش زنگ زد گفت برلین یه برنامه هست. خانم آرتمیس اهورای گرامی، عذرم میخوام اگه فقط بعد وقت آرتمیس صداتون بکنم به خاطر آشنایی که داریم، اگر ممکنه در رابطه با حزب رستاخیز ایرانگرایان بفرمایید کی تأسیس شد، چرا تأسیس شد، بنیانگذارانش کیا هستند و در نهایت اهداف این حزب چه است. بفهمید، خواهش میکنم.
سپاسگزارم از شما ایمان جان. همونطور که شما میدونید، همون زمانی که این برنامه که نشون دادید و ما تهیه میکردیم، ما پایه‌گذاری کرده بودیم جنبش رنسانس ایرانی رو، برای اینکه از نو ایرانی شدن رو به مردم بیاموزیم و آشنا کنیم مردم رو با آنچه که با مایه سربلندی ایران در درازای تاریخ ایران بوده، که هویت ایرانی و ارزش‌های ایرانی و اندیشه ایرانی بود. از اون زمان ما جنبش رنسانس ایرانی رو ادامه دادیم برای اینکه یک گفتمان ایرانگرایی به درون ایران بره، که رفت و نتیجهش رو شما در همین انقلاب پارسال دیدید که مردم چگونه فریاد زدن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، و مردم بازیابی هویت ایرانی رو میخواستن که یکی از المانهای این فرهنگ ایرانی و هویت ایرانی سیستم پادشاهی است، که سیستم تاریخی ایران بوده و همه اینها با هم یک در واقع برندی رو تشکیل میده که اون برند نامش ایرانگرایی است. یک مجموعه فقط سیاسی نیست، مجموعه فرهنگی، تاریخی، هنری، شیوه زندگی شما، شیوه گفتار و رفتار شما، جهانبینی شما و آنچه که شما برای میهن خودتون میخواین در پس از گذار از این حکومت جمهوری اسلامی فعلی است. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که باید یک شاخه سیاسی برای کسانی که علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی حالا میخوان وارد اون بخشی بشن، به ویژه از انقلاب پارسال این موضوع بیشتر اهمیت پیدا کرد. ما البته از 2-3 سال پیش آغاز کردیم به درست کردن و سازماندهی به اصطلاح حزب رستاخیز ایرانگرایان، و نامش برای این رستاخیز ایرانگرایان بود که رستاخیز همیشه از زیر یک خاک و خاکستری بلند شدنه، و ایرانگرایان برای چی؟ برای اینکه این برندی که مجموعه از همه چیز، از فرهنگ و اجتماع و سیاست و تاریخ و هویت و اندیشه ایرانی میشه رو در بر بگیره. بنابراین ما به نظرمون رسید که بهترین چیزی که برای فردای ایران نیاز هست ایرانگرایی است، و بیشترین گفتمان و گفتمان غالبی هم هست که در بین تمام مردم درون و بیرون کشور به صورت مشترک داره شنیده میشه. و اگر ما میخوایم کار سیاسی بکنیم، نمیتونیم فقط در قالب یک سازمان ما بعد در آینده ایران کار سیاسی بکنیم. برای اینکه ما بتونیم حضور سیاسی فعالی داشته باشیم در آینده ایران، اگه مجلس مؤسسانی تشکیل میشه، ما بتونیم نماینده داشته باشیم، بتونیم آمال و آرزوها و ایده هایی که برای بازسازی ایران فردا داریم و انجام بدیم، باید ما در یک کاتگوری سیاسی طبقه بندی بشیم و باید یک سازمان سیاسی، یعنی یک حزب سیاسی داشته باشیم، که اون حزبی که به نظر میرسه که تمام آن چیزی که درباره ایران و ایرانی بودن و صلاح و مصلحت ایران به طور اخص برای مردم ایران در بر خواهد داشت، به نظر میسه که به جز ایرانگرایان بودن چیزی نیست. بنابراین ما حزب رستاخیز ایرانگرایان رو تشکیل دادیم و یک آرماننامه بیرون دادیم که شاید یکی از بهترین، من نمیدونم شما آرماننامه حزب ما رو خوندین یا نه، ولی یکی از بهترین آرماننامه هاست که ممکنه شاید در تاریخ ایران شما ببینید که یک حزب سیاسی تاکنون نوشته باشه. برای اینکه برای نوشتن این آرماننامه شاید چیزی حدود 700-800 ساعت زمان برده شده، که اساتیدی در زمینه زبانشناسی، ایرانشناسی، تاریخ، فرهنگ، سیاست بنشینند و هر آنچه که بهترین برای ایران خواهد بود رو در یک آرماننامه کامپکت یا به اصطلاح فشرده‌ای بگنجانند. بسیار سپاسگزارم از این مقدمه خوبی که گفتید بانو اهورای گرامی. چند تا سوال برای من پیش اومد. پس البته اجازه بدید من اینو برای همیهنان عزیز بگم. بارها از من به عنوان طراح ماشین مبارزه شنیدید که ماشین مبارزه جایی است که هیچ گروه سازمانی در داخل ماشین مبارزه نمیتونه تبلیغات سیاسی بکنه که آقا پادشاهی بهتره، جمهوری بهتره، چپ بهتره، راست بهتره. اونا رو خارج از اون میکنن، توی ماشین مبارزه میان پروژه محور کار میکنن. برای مثال این حزب جدیدی که روزی صحبت کردن، رستاخیز ایرانگرایان، اینها ممکنه بخوان ما بگم ما یه همایشی داریم در رابطه با پرچم فلان جا. خب خیلی کسای دیگه هم، جمهوری خواه، پادشاه، شاید بخوان توی همایش
پرچم برن توی تظاهراتی برن برای فرهنگ ایرانی کار بکنن، برن فردوسی رو ببینن، گوش بدن و غیره، ولی لزوماً شاید طرفدار پادشاهی نباشن. یعنی برای همین است که تمام سازمان و احزاب که الان بیش از 80 تا شده اونجا که در اسوس وقتی افتتاحش بکنیم همه هستن، یکی داره کار پزشکی میکنه که سیاسی فرهنگی، ولی حداقل هستیم، ولی همه مخالف جمهوری اسلامی هستن. حالا من برمیگردم به این سوال بعدی. بانو اهورا، احزاب معمولا برای این درست میشن که وقت در کشورهای نرمال که حالا الان ایران جمهوری اسلامی نرمال نیست بعد از آزادی ایران، که قدرت رو به دست بگیرن و حالا اگر جمهوری بشه به رئیس جمهور، اگر پادشاهی بشه نخست وزیر و اگر پادشاهی پارلمانی. ولی معمولا این مرامنامه ها و این احزاب علاوه بر بخش فرهنگی و سیاسی غیره، یعنی افکار و فکر اقتصادی نام دارن، مثلا حالا یا سوسیالیستن یا بازار آزاد مثل جمهوری ها هستن. آیا در حزب شما اینها هم هست و چگونه است اگر هست، و اگر نیست چرا نیست، اگه مایلید توضیح بدید. بله جناب فروتن، بله هست. و آنچه که حزب رستاخیز ایرانگرایان باور داره اینه که اقتصاد باید در یک کشور، یعنی در فردای ایران، باید اقتصاد آزاد باشه، اما باید نظارت دولت هم روش باشه برای اینکه تبدیل نشه به سرمایه‌داری افسار گسیخته، همون چیزی که الان در غرب می‌بینیم. یک سری قول‌های اقتصادی میان، نماینده مجلس می‌خرن، دولت عوض می‌کنن، رئیس جمهور می‌شونن، برمی‌دارن. چون اگر که نظارتی نباشه بر سرمایه‌داری، به صورت افسار گسیخته اینها تبدیل بشن به قول‌های هفت سر هیولاگونه، آن وقت منافع ملی قربانی خواهد شد، منافع یک کشور قربانی خواهد شد و در جهت اهداف یک سرمایه‌دار یا یک گروهی از سرمایه‌داران قرار خواهد گرفت و قربانی خواهد شد. و از سوی دیگه اینکه ما بر مبنای مصلحت عموم، یعنی آنچه که خیر همگانی محسوب میشه، معتقدیم باید بنیاد سیاست گذاشته بشه. برای همین شاید به تنهایی دموکراسی نمیتونه، رأی اکثریت نمیتونه الزاماً خیر همگانی آن ملت رو تأمین بکنه، کما اینکه در سال 57 دیدین اون رأی اکثریت 98% به جمهوری اسلامی رأی داد و نسل خودش و نسل‌های پس از خودش و تمام ثروت‌های ملی این کشور رو در 50 سال، در 45 سال گذشته همه رو به باد داد و از این پس هم هرچه بیشتر به ماند جمهوری اسلامی این اتفاق بدتر و بدتر هم خواهد افتاد. با سپاس از شما. الان این موضوعی که فهمیدید، من یه سوال بعدی برمی‌شم. بنابراین اگه میگید فقط هم رأی اکثریت نباشه، آیا منظورتون یه سیستمی مانند سیستم الکترورال کالج آمریکا هست که پاپولار ووت نیست و میتونه یه پرزیدنت تعداد آراش کمتر بیشتر باشه از یه پرزیدنت دیگه، ولی آرای ایالت ها رو ببند؟ منظورتون چیه که منظور من اینه که ما در آینده ایران دو مجلس خواهیم داشت، یکی مجلس نمایندگان که همیشه همون گونه که ما در پیش از انقلاب ایران در دوران شاهنشاه آریامهر داشتیم، مجلس نمایندگان همون آرای اکثریت مردم برای امور زندگی مردم، زندگی عادی مردم، مردم نماینده‌هاشون انتخاب میکنن، اینجا جاده بسازن، پل بسازن، نمیدونم سد بزنن، چه کار کنن برای زندگیشون، برای آموزش پرورش چگونه تصمیم بگیرن، برای بهداشت و درمان مملکت چگونه، اینها از روی مجلس نمایندگان اعمال نظر مردم میشه برای زندگی عادیشون. اما بایستی در کشور مجلسی مثل مجلس سنا، همون چیزی که ما در پیش از انقلاب داشتیم و در 2000 سال پیش هم به نام مجلس مهستان داشتیم، مجلس مهان، کسانی که نخبگانن، پروفشنال ها هستن، افراد بسیار کارشناس در زمینه سیاست، اقتصاد، فرهنگ یا هر زمینه بسیار حساسه دیگه، که تصمیمات کلیدی کشور رو میگیره، مثلا جنگ بشه یا نشه، تصمیماتی که راجع مثلا فدرالیسم اتفاق بیفته یا نیفته، جلوی تجزیه کشور رو چگونه باید گرفت و چیزهایی که مربوط به منافع ملی و تمامیت ارضی و اصول بسیار مهم کشوری است که در صلاحیت من و شما، مثلا فرض کنین حسن آقای بقال یا مثلا فاطمه خانم مثلا خیاط ممکنه نباشه، اینا میتونن اعمال نظر خودشونو بکنن از طریق مجلس نمایندگان و نمایندگانی که انتخاب میکنن برای زندگی عادی مملکت میتونن تصمیم بگیرن، ولی راجع به مسائل بسیار مهم و کلیدی و حساسی کشور بایستی حتما افراد شایسته، افراد کارشناس، نخبه
و افرادی که کار اون موضوع رو بلدن تصمیم گیری بکنن و رأی اونها باید باشه که بتونی کشور. و این چیزی بوده که ما بهش میگفتیم در پیش از یورش تازیان شایسته سالاری، چیزی بوده که در تمام امپراتوری ایران همواره وجود داشته، افراد شایسته و بایسته کارهای مهم و حساس رو میگرفتن، نه اینکه به حالت آزمون و خطا باشه یا افرادی که تخصص ندارن. همون گونه که من و شما اگه بخوایم یه روزی مغزمون رو عمل بکنیم، پا نمیشیم بریم سر کوچه اولین دکتری که پیدا میکنیم مغزمون رو بدیم دستش، یا بگیم حالا یه شورای بکنیم همه بشیم تصمیم بگیریم حالا مغزمون رو چجوری عمل بکنیم. میریم پیش بهترین و مبرزترین و ماهرترین فردی که در اون کار خبره ترینه، شاید نه تنها در شهر خودمون بلکه در کشور، میگردیم پیدا میکنیم مغزمون رو میریم. خب امور سیاسی پر اهمیت یک کشور که تمامیت ارضی و بسیار منافع ملی حساس کشور رو باید کنترل بکنه هم بایستی این گونه اداره بشه. برای همینه که ما میگیم که همیشه نمیشه سیستم پاپولیستی باشه، همین که همه بریزیم وسط یه رأی بدیم رو هیپنوتیزم جمعی یا روی خرد باختگی جمعی یا روی شور حسینی که یه ملت رو گرفته بود سال 57، ما نمیتونیم اینجوری کشورداری بکنیم و نتیجهش هم همین میشه که کشورمونو گرفتیم دادیم دست یه مش اراذل و اوباش غیر بی‌صلاحیت که اینطوری ما رو در گند و لجن و کثافت کشوندن تا امروز. بسیار سلام. اینجا یه سوال برای من پیش اومد، البته چون وقت کمه اگه میتونیم بعدن یا الان کوتاه پاسخ بدین یا بعدن. فرمودید که تصمیم های مثل به جنگ رفتن یا تصمیم های مهم و این مهستان یا سنا مجلس سنای انجام بده، پس وظیفه و اختیارات دولت چه میشه؟ نخست وزیر و یا رئیس جمهور مگه اونا نباید قدرت آخر داشته باشن بگن جنگ بشه نشه این حرفا؟ یا اینکه دارید یعنی من اینو دقیقا نفهمیدم، رابطه مجلس سنا آیا فقط مشورت به نخست وزیر وقت و یا رئیس جمهور نسبت به نوع حکومت، یا اینکه خودشون تصمیم میگیرن که مثلا بعد اینجوری بشه؟ این دارم سعی میکنم که اگر تو مرام نامتون هست بفهمم که دقیقا این تفکیک چگونه انجام پیشبینی شده برای حزب شما. درسته. ببینیم مجلس سنا یا همون چیزی که در انگلستان هم بهش میگن مجلس اعیان، همیشه از دیرباز تاریخ ما در واقع مبدع این سیستم شایسته سالاری سیاسی در ایران بوده و ما ایرانیان بودیم که اعتقاد داشتیم اون مجلس مهستان حتی بر اون زمانی که ما به این گونه مثلا نمیدونم مثلا فرض کنید نخست وزیر یا حالا دولت یا اینها رو نداشتیم، کسانی بودن که حتی جلوی تصمیم اشتباه خود شاه رو میتونستن بگیرن. یعنی اگر شاه ایران حالا در دوران مختلف، هخامنشیان در دوران اشکانیان، حتی در دوران ساسانیان، ما شاهان فوق‌العاده شایسته داشتیم که هر یک دونشون میتونن یک سمبولی از شایستگی و کارآمدی یک شاه تمام عیار باشن، در به عنوان میتونیم نمونه به جهان میتونیم حتی اینها رو عرضه بکنیم و ارائه بدیم اگر اینها رو درست بتونیم به مردم جهان معرفی کنیم و اگر اون گلوبالیست ها اجازه بدن که آن چیزهای برتری که در جهان همیشه موجب سربلندی ملت ها شده نشون داده بشه به دیگران. ولی این کاری بوده که ما حتی مجلس مهستانمون خردمندانی بودن که جلوی تصمیمات اشتباه حتی خود شاه رو میتونستن بگیرن و اگر شاه اشتباهی میکرد اینا میتونستن بکشوننش حتی به دادگاه و قاضی و یک سری داورهایی میشستن اونجا و شاه رو بازخواست میکردن، که ما این در مورد خسرو پرویز دیدیم که شاه رو چگونه عزل کردن و حتی شاه رو اون موقعی اون موقعی که بس. شاه سلطنت میکرد و همه کارا بود و هر کاری خوب بعد دلش رو میخواست بکنه، یعنی شما و حزب شما مسلما معتقد سیستم پادشاهی پارلمانی هستید. درسته، دقیقاً. ولی درسته. شما همین مجلس سنا میتونه جلوی تصمیمات اشتباه دولت رو هم بگیره. یعنی اگر که مثلا اومد و فردا یک کسی اومد اونجا و یک بالاخره پیش میاد، حالا همیشه قرار نیستش که بهترین و صالح ترین و شایسته آدم های رو بیان بشن فرض کنید نخست وزیر، ولی اگر یه همچین اتفاقی افتاد و تصمیمات اشتباهی گرفتن، این مجلس مهستان است که به صورت کارشناسانه میفته وسط و به شما نشون میده و به شما ثابت میکنه با سند و مدرک که این تصمیم اشتباهه و در چنین مقطعی نباید گرفته بشه و در واقع یک جنبه میشه گفت نظارت از بالاتری داره به کل اموری که منافع ملی کشور رو داره تعیین میکنه و میتونه به خطر بندازه یک کشور رو و جلوش رو بگیره.
بسیار سپاسگزارم. چون فقط 60 ثانیه فرصت داریم برای برنامه امروز، یه سوال بکنم که شاذر رضا پهلوی در ماه‌های گذشته به خصوص خیلی تشویق کردن و تحریک کردن سازمان‌ها افراد که برید حزب بسازید. آیا حزب رستاخیز شما بعد از پیشنهاد و تشویق شاهزاده بود یا مثل این فهمیدی چندین سال روش کار می‌کنید یا قبل از اون بود؟ بله، ما 2 سال پیش این حزب رو تأسیس کردیم، منتها مسکوت مون تا زمانی که این انقلاب و این خیزه شروع شد که دیدیم دیگه لازم هست که واقعا بیایم و همه ساختار و همه برنامه‌ریزی‌هاش اینا انجام شده بود. ولی اینو تقریبا میشه گفتش که 2 مرتبه فعال شد و از اینجا ما در واقع کار رو جدی گرفتیم که بایستی که افتاد وسط. و همونجوری هم که شما اشاره کردین که شاهزادم گفتن، شما برای اینکه کار سیاسی در آینده فردای ایران بتونی انجام شین بدید باید قدرت سیاسی داشته باشید و قدرت سیاسی از احزاب سیاسی میاد، آدم شخصی یا یک سازمان یا یک مؤسسه یا یک اندیشکده یا یک مثلا منظورم سازمان‌های ریسرچ تحقیقات یا همچنین چیزهایی نمیتونن اعمال قدرت سیاسی بکنن. برای همین لازم هست مردم ایران جزو احزاب سیاسی بشن که بخونن مرامنامه‌شون رو، هر کدوم که به نظرشون رسید با اندیشه‌شون با اهدافشون با آنچه که برای ایران فردا میخوان بیشتر هماهنگ هست، برن به هم بند بشن و فعالیت واقعی سیاسی رو آغاز بکنن. چون هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه دیگه ما آب و نونه که میخوریم هم حتی امروز به سیاست مربوطه. بانو اهورای گرامی، آرتمیس اهورا، بسیار بسیار سپاسگزارم از وقتی گذاشتید میهمان برنامه امروز ما بودید. برای شما و برای هموندانتون در حزب جدید آرزوی موفقیت میکنم، به امید روزی که همه ما در ایران آزاد باشیم، یک رقابت سالم رو بین احزاب ببینیم، هم همونجوری شما فرمودین در مجلس مؤسسان قبلش برای تعیین نوع حکومت و بعد از اون هم نیز برای به دست گرفتن قدرت. بسیار سپاسگزارم همیهنان گرامی. وقت برنامه امروز ما به پایان رسیده، مطمئن باشید که ما پیروزیم چون حق با ماست و با کسی هم شوخی نداریم. بدرود در پاینده ایران.